خب دوستان عزیز، خیلی خیلی خوشحال هستم که در خدمت شما عزیزان قرار دارم و به اتفاق یک دیگر برنامه روی خط زندگی را به پیش میبریم. عزیزان امروز سه شنبه است و در عصر زیبا و دلپذیر روز سه شنبه قرار داریم و بحث ما هم امروز در این برنامه در خصوص حقوق کودکان از دیدگاه قانون مدنی است. عزیزان در فرهنگ ها و جوامع متفاوت و مختلف دیدگاه ها و برداشت های مختلفی هم نسبت به یک کودک وجود داره. در جامعه ما هم همینطور میخواییم که امروز نگاهی بیندازیم ای که در قانون مدنی ما چه جایگاهی برای یک کودک تعریف شده، کودکان در این سرزمین از چه حقوق و مزایایی برای زندگی عادی خود برخوردار هستن و چه نقص هایی هم در این زمینه صورت گرفته. دعوت کردیم از خانم جعفری تا در کنار ما در برنامه امروزی به همه این پرسش ها پاسخ را کنن و امیدوار هستم که شما از زنم همچنان تا پایان صحبت امروزی همراه ما باشین. سلام و عرض ادب استاد، خیلی خوش آمدید به برنامه. بسم الله الرحمن الرحیم، تشکر از شما. من سلام عرض میکنم خدمت شما، دوستانی که در خانه های خودشان ما را میبینن و آرزوی سلامتی تندرستی و عاقبت بخیری دارم برای همه هموطنان عزیز ما که در سراسر کشور ما شما زندگی میکنم. ممنون شما، بسیار خوش آمدید. خوشحالم که به اتفاق شما این بحث خدمت بینندگان عزیز تقدیم بشه. صحبت ما در خصوص حقوق کودکان است. اگه موافق باشین در ابتدا نگاهی گسترده داشته باشیم به حقوق و مزایایی که کودکان در طول سالیان متمادی و اخیر و با توجه به نظام هایی که در واقع جابجا شدن در کشور ما چگونه بوده، چه جایگاه، چه حقوق و مزایایی در اختیار کودکان بود؟ خیلی موضوع خوبی است، گرچه در شرایط موشمو قرار داریم که خب بحث از حق و حقوق همه اقشار جامعه نه تنها کودکان خیلی مورد بحث است که به هر حال قوانینی که ترتیب میشه و نظامی که حالا وجود داره در افغانستان چقدر میتونه تامین کننده حقوق اقشار مختلف و شهروندان مختلف کشور باشه. منتها ما اجازه میخوایم که پیش از این که راجع به حقوق کودکان صحبت کنیم، اولا ببینیم که کودک یعنی چی کسی. بسیار. چون وقتی ما انسانها را دستبندی میکنیم راحت تر میتونیم که حقوق و تکالیفی که به اونها تعلق میگیره را در جامعه تبیین کنیم. ببینیم ما تعریفی که از کودک میتونیم داشته باشیم در حالا نظام خود ما، کودک کسی است که هنوز به سن بلوغ و عقل کامل و رشد کامل نرسیده و نیاز به نگهداری توسط ولی داره. حالا میتونه جایگزین ولی کسان دیگری هم البته باشند که در صورت نبود ولی میتونن سرپرستی و نگهداری از طفل و ایفای مسئولیت هایی که بر عهده میگیرن را اونا بردوش بگیرن به جای ولی که در واقع در قوانین ما شما و در قوانین اسلامی همو پدر و قانون خانواده است. منتها این تعریف یک تعریف جامع است. کودکی که بلوغ نداره، کودکی که عقل کامل یا رشد عقلی کامل نداره، کسی که هنوز نمیتونه به لحاظ جسمی و به لحاظ روانی و عاطفی خودش تأمین کننده نیازهای خودش و برطرف کننده نیازهای خودش باشه، کودک است. این فرد قطعا یک دوره زمانی خاصی را کودک نامیده میشه. طفلی که از زمان تولد تا زمانی که به عقل و بلوغ و رشد کامل نرسیده کودک نامیده میشه، کودک محسوب میشه، طفل محسوب میشه و باید تحت یک چتر حمایتی قرار داشته باشه که این چتر حمایتی را قوانین ما و شما، شریعت اسلامی و قوانینی که به هر حال برای اقشار مختلف جامعه وضع میشه برای ما و شما تبیین میکنه. منتها کودک که ما میگیم در ذهن همه اطفالی به اصطلاح متبادر میشه که حالا به صورت کامل وجود دارن، زنده هستن، نفس میکشن، تغذیه میکنن و زندگی میکنن. منتها اگر یک تعریف جامع تر و علمی تر بخوایم داشته باشیم، حتی طفلی که هنوز به دنیا نامده هم کودک نامیده میشه، منتها بالفعل نیست. مثلا جنینی که هنوز به دنیا نامده جزء کودکان ما و شماست و او هم حتی حقوقی در حقوق نظام حقوق اسلام ورش قرار داده شده.
که حالا سر جای خودش بحث خواهیم کرد. منتها منظور از تعریفی که ما داریم این نیست که مثلا طفل از یک سن خاصی به بعد تا سن خاصی به اصطلاح کودک نامیده شد این ما نمیتونیم گفته، منتها معیاری است که طفلی که وجودش مسلم شده، مثلا طفلی که 3 ماهه در بطن مادر قرار داره، بعد از 3 ماهگی به بعد که روح درش دمیده میشه به عنوان یک انسان متنا محسوب شده و کم کم وجودش مسلم میشه، طفل است و دارای حقوقی هست. مثلا حالا یه سر جای خودش بحث میکنه، منتها یک اشاره ای که میتونم داشته باشه، مثلا جنین یا طفلی که هنوز در بطن مادر قرار داده و به دنیا آمده مثلا حق میراث داره و میتونه از پدر یا مادر یا اقارب درجه اول خود یا کسانی که میراث بر هستند به اصطلاح از اونها میراث دریافت، مستحق میراث شوه. حالا دریافتش که میمونه بعد از اینکه متولد شد. منتها به این جهت به این مسئله اشاره کردم که خود جنین هم حتی جزء اطفال محسوب میشه و بعد از اون تا سن مشخصی که در شریعت اسلامی سن بلوغ با کمی تفاوت با قوانین داره، مثلا ما سن قانونی را در قوانین 18 سال داریم، منتها سن شرعی بلوغ کمی تفاوت داره که برای آقا پسرها 15 سال هست و برای دختر خانم ها به یک عبارتی 9 سال و به یک عبارتی دیگه 13 سال. که تا این سن مشخص اینها وقتی قرار میگیرن این دوره زمانی مشخص را طفولیت یا در واقع کودکی میتونن بنامیم و کسانی که در این دوره قرار دارن کودک نامیده میشن. پس بفرمایید شما جنینی که هنوز متولد نشده و کودک یا نوزادی که از بعد به تولد تا سن قانونی 18 سال پر میکنه، البته از دیدگاه قانون مدنی تمام حقوق و مزایایی که برای کودک در نظر گرفته میشه شامل حال تمامی این رده سنی میشه و همچنان بری از تکالیف میشن. یعنی ما نمیتونیم مثلا بر کودک به لحاظ قانونی و به لحاظ انصاف هم که بخوایم بگیم، عدل و انصاف هم که بخوایم بگیم، اینا از حقوقی برخوردار هستن ولی تکالیف چندانی ندارن، مخصوصا در سنین اولیه. مثلا طفلی که نوزاد هست حق داره میراث، حق تغذیه، حق حیات، حق نگهداری، حق آموزش و خیلی چیزهای دیگه، منتها مسئولیت به دوششان نیست. به این دلیل است که ما میبینیم که مسئولیت های کودکان نسبت به حقوقی که دارن خیلی کمتر هست. مثلا ما در نظام حقوقی داریم که هر جا حقی هست حتما تکلیفی هم هست، یک مسلم لازم و ملزوم یک دیگه هستن که هر جا حقی هست تکلیفی هم هست، یعنی کسی که حقی به او تعلق میگیره مقابلش یک مسئولیتی رو باید ایفا کنه. ولی برای کودکان چنین به اصطلاح استثناء وجود داره، چون توانمندی ایفای مسئولیت ندارن فقط از حقوق خود برخوردار میشن. نه همه کودکان، مثلا طفلی که به سن 15 سال رسیده حقوقی داره، حقوق همان کودک برخوردار میشه قانونن، ولی مسئولیت های به لحاظ همون سن رشدی که داره برش تعلق میگیره. ولی طفلی که 5 سال است با همین مثلا کسی که 15 سال است یکسانن به لحاظ حقوق، ولی تکلیف دیگه اصلا ندارن. مثلا تکالیف عبادی بله. نماز برای یک دختر خانم، برای یک پسری که مثلا بلوغ شرعی رسیده، نه قانونی، واجب میشه روزه مثلا و احکام عبادی دیگه ای که وجود داره، ولی برای طفلایی که سن پایین تر هستن این تکلیف دیگه برداشته شده. منتها باز هم تکالیف کسایی که زیر سن قانونی هستن خب نسبت به افراد بالغ خیلی کمتر. بله، و چون کودکان از روحیه لطیف تری برخوردار هستن و طبیعتاً قشر آسیب پذیر در یک جامعه هستن، بفهمید که در طول سالیان اخیر یک نگاه قابل ملاحظه نسبت به جایگاه کودک در افغانستان ایجاد شده که میشه گفت یک امیدی در سطح زندگی همه جانبه کودکان باشه؟ نگاه یک نگاه تاریخچه‌ای باشه، پیشینه‌ای باشه به اصطلاح، افغانستان متاسفانه جز کشورهایی بوده که توجه کمتر شده به قشر آسیب‌پذیر. مثلا ما شما دوره‌های تاریخی رو که مطالعه می‌کنیم می‌بینیم که جور و جفایی که در حق و حقوق این قشر از اجتماع شده خیلی بیشتر از شاید اقشار دیگه سایر اقشار جامعه باشه، چون ما ناآشنایی مفرط داشتیم با مسائلی که در قوانین و حتی در شریعت ما میه. ما درسته که مثلا ادعای اسلامی مسلمانی کردیم، منتها خیلی وقتا مطالعه راجع به این که اسلام یا قوانین در مورد حقوق کودکان
داشتن نداشتیم و به صورت عرفی معمولا برخورد ها بوده. مثلا در طول تاریخ وقتی نگاه میکنیم در زمان امان الله خان وضعیت آموزش کودکان نسبتا بهبود پیدا میکنه. چرا؟ چون ارتباط کشور و کشورهای دنیا خیلی مثلا عمیق وجود داشته و اینا احساس کردن که کشورهای دیگه به این دلیل پیشرفت کردن که از امان آوان کودکی روی بحث آموزش و تعلیم و تربیه اطفال خیلی سرمایه گذاری شده. به این دلیل ایشان میاد در تاریخ ما و شما مطالعه میکنیم که بحث تعلیم و تعلم و معارف اطفال را اجباری میکنن. مثلا طفل 7 ساله حتما باید به مکتب میرفته. بعد از ایشان باز نظام های دیگه میاد که باز ایقش فراموش میشه. در نظام جدیدی که ما قرار داریم در نظام گذشته که ما قرار داشتیم توجهاتی نسبتاً صورت گرفت، قوانینی وضع شد از جمله قوانینی که حالا راجع به اطفال داریم در مورد اطفالی که بزهکار یا به اصطلاح اطفالی که دچار تخلفات غیر قانونی میشن، حمایت از اطفال، بحث قوانینی که بتونه از حقوق کودکان آسیب دیده حمایت کنه و کودکان بی سرپرست یا فرزند خوانده ها، کسانی که ولی خود از دست دادن ولی میخوان تحت سرپرستی و نگهداری کسی دیگه به صورت قانونی قرار بگیرن. ما در این زمینه قوانینی داشتیم که این قوانین درسته که حالا فضای سیاسی جدید ایجاد شده ولی هنوز نافذ هستند، چون کسی اینها رو ملغا نکرده. این قوانین هنوز نافذ هستند که اگر به نظرم اجرایی شوند در مورد طفل ها که یک قشر خیلی آسیب پذیر هستند و خودشان هیچ گونه توانایی حمایتی از خود را ندارند، اگر این قوانین در راجبشان اجرا شود طبیعتا میتونه که یک فضای بهتر ایجاد کنه، چون این قوانین مطابق با شرایط روز تدوین شده و شرایط روز شرایط کودکان امروز را در نظر گرفته. سه قانونی را که خدمت شما نام بردم به شمول قانون مدنی افغانستان که بحث معیشتی، بحث نفقه، بحث آموزش، بحث تعلیم و تحصیل اطفال و کودکان بیان میکنه، قوانین هستند که به عنوان یک چتر حمایتی میتونن یک گستره حمایتی ایجاد کنن برای اطفال و کودکان که اگر اینا توسط مثلا منابع و افراد ذی صلاح اجرا شوند طبیعتا میتونن به همه حقوق کودکان دسترسی پیدا کنن. حالا اگر به صورت خیلی آرمانی فکر نکنیم، لااقل بخشی از مشکلات خیلی خیلی عمده و زیاد حیاتی اطفال مطمئنن رفع میشن. دقیقاً در واقع آگاهی داشتن از ای که حقوق کودک چه چیزی هست باعث میشه که بسیاری از نابهنجاری ها و بزهکاری هایی که در کودکان مشاهده میشه و سایر مشکلات که کودکان درگیر او هستند، کودکان کار و در واقع کودک آزاری که در جامعه رویت میشه، به این دلیل هست که در خیلی از موارد ما آگاهی کافی نسبت به قانون و دیدگاه حقوق نداریم. قبل از اینکه الان میام برنامه را اعلام کنیم، خانم جعفری بفرمایید در 2 دقیقه که این حقوقی که مشخصاً در رابطه با کودکان هست در قانون مدنی افغانستان کدام ها هستند؟ گرچه فرصت شما اعلام کردن که کوتاه است، من تا به صورت خلاصه میخوام عرض کنم که ما حقوقی که در برای کودکان در نظر گرفته شده در قوانین مدنی ما و شما به صورت کلی قوانینی که شهروندی هستن خیلی اشارات مستقیم دارن، من تا خود قانون مدنی از ابتدا شروع نکرده، یعنی یک قانون کلی است که برای تمام اقشار جامعه است، مستقیما به حقوق طفل من پرداخته که مثلا طفل کی است و در چه زمانه یا سنه سنی دارای چه حقی است، بعد در چه سنی و دوره دارای چه حقی است. یعنی در واقع میخوام عرض کنم که قانون مدنی قانون کلی است. این مسئله یعنی حقوق کودکان و اطفال واگذار شده به قوانین خاص. سه قانونی که نام بردم، قانون حمایت از اطفال بی سرپرست یا کسانی که میخواین فرزند خوانده شوند، قوانین حمایتی یونیسف که از افغانستان هم قبول داشت و اجرا میکرد، قوانین دیگه ای که در راجب اطفال متخلف وجود داره، اینا قوانینی هستن که مستقیما به حقوق و مسائل کودکان میپردازن، نه قانون مدنی.
نمیدونم فرصت اگر هست که چون بحث فکر میکنم پیچیده و گسترده ای است که نیاز به تشریحات بیشتر داره، اجازه میخوام که بعد از دیدن میان برنامه این بحث تعقیب کنیم. دوستان عزیز جهانی سپاس از همراهی شما عزیزان. میان برنامه آمده نش است ببینیم و فراموش نکنید که در بخش دوم بیشتر در رابطه با حقوق کودکان صحبت میکنیم. خب دوستان عزیز مجدداً خوش اومدین بخش دوم برنامه است و همچنان صحبت ها را به اتفاق خانم جعفری ادامه میدیم در خصوص حقوق کودکان در قانون مدنی افغانستان. در خدمت شما هستیم خانم جعفری. صحبت در این خصوص بود که حقوق اولیه کودکان در یک جامعه بشری که زندگی میکنه البته در افغانستان و تابع قانون مدنی چه چیزهایی میتونه باشه؟ بله، در خصوص قوانین از دوره های مختلف قانونی اطفال که بخوایم شروع کنیم، ما 3 یا 4 دوره داریم. دوره جنین یک انسان، دوره نوزادی و طفولیت و بعد از دوره نوجوانی که همه تحت همون سن قانونی قرار میگیره. بعد هر کدام از این دوره ها یک حقوقی بر پدر و مادر یا ولی و سرپرست طفل ها وجود داره. در مورد جنین مثلا یکی از حقوق خیلی مهم که میتونه سر دسته سایر حقوق جنین باشه بحث عدم سلب حیات جنین است. یعنی ما به هیچ وجه قانونا و شرعا حق سقط جنین نداریم، به هیچ دلیلی سقط جنین جواز نداره و قانونا کاملا به عنوان یک جرم شمرده میشه. چرا؟ چون به یک نحوی مخصوصا جنینی که بعد از ماهای مثلا اولیه گذرانده و به ماهای وسطی رسیده که دیگه در او به عنوان یک انسان کامل محسوب میشه، سقطش به عنوان قتل محسوب میشه. چون ما آیه قرآن هم در این زمینه داریم که اگر هیچ فرزندانتان از ترس فقر یا حالا فقر قرآن کریم اشاره داره، ولی خب منظور کلیه دلایل میتونه باشه، فرزندان تا نکشین صریحا منع شده که شما ما روزی دهنده هستیم خداوند میفرماید و شما حق کشتن نداره. این اشاره داره به بحث حقوق جزا. به لحاظ جزایی کسی که عمدن مرتکب سقط جنین میشه قاتل است و به عنوان کسی که یک انسان را از بین برده شمرده میشه. منتها استثناءاتی در مورد سلب حیات جنین وجود داره، از جمله این که اگر به لحاظ طبی مشخص شوه و قطعیت پیدا کنه این مسئله که وجود این طفل ضرر داره برای خودش، مثلا اطفالی که کاملا معلولیت دارن، خب یک انسانی که از ابتدا ما میدونیم که این معلولیت خیلی زیادی داره و زندگی برای خودش و برای دیگران هم خیلی مشکل میشه، در این صورت ممکنه که این ممنوعیت برداشته شه. یا مثلا در جایی که بحث انتخاب حیات مادر و طفل، یعنی مادر و طفل هر دویشان در خطر هستند و در اینجا معمولا برخورد قانون اینطوری است که نجات جان مادر ارجحیت داره بر جان طفل. یعنی اگر دکتر میای مثلا از به اصطلاح پدر همین طفل میپرسه که بین فرزندی که قرار است به دنیا بیایه و همسرت کدام انتخاب میکنی، مادر یا طفل، اینجا بحث مادر اولویت داره. یعنی مادر چون به عنوان یک انسانی که بوده و هستش کامل شده، حیات بالفعل داره به گفته شما و جانش به هر حال مهمتر از جان کسی است که هنوز حیات بالفعل نداره، اولویت با جان است. ولی در غیر این صورت ما حق سلب حیات نداریم. جنین دارای حق میراث و وثیق به اصطلاح ببخشن موصی له قرار گرفتن است. یعنی چی؟ یعنی میشه به نفع جنین وصیت کرد، به نفع جنین میشه وصیت کرد و وصیت نوشت. مثلا کسی مردی مثلا خانومش طفلی در بطن داره که هنوز به دنیا نامده به عنوان جنین و 5 ماه هست یا 6 ماه هست هر چقدر که هست، وجودش تثبیت شده است، میتونه در وصیت نامه خودش برای تکلیف و حق در نظر بگیره. حق میراث دارم جنین، یعنی شرعن و قانونن
جنینی که وجودش مسلم شده و ما میدانیم در قوانین و در نظام حقوقی گفته میشه که باید یک سهم ارث کامل برای این جنین در نظر گرفته شود. یعنی حتی دختر فرض نشه که به اصطلاح حق میراثش کمتر محسوب شه، به عنوان یک انسان مذکر کامل در نظر گرفته شود یک حق. منتها این مشروطه دیگه، معلق است، معلق به اینکه اگر مثلا این طفل زنده به دنیا آمد و به اصطلاح به عنوان یک انسان به دنیا آمد و حیات داشت، اون زمان میتونه میراثی که برش در نظر گرفته شده او حق میراث خود را دریافت کنه یا به او تعلق بگیره. ولی اگر زنده به دنیا نامد که هیچ دیگه، که این شرط هم از جانب پدر گذاشتن بشه دیگه. نه خیر، این شرط در قانون وجود داره، یعنی شرطی نیست که در دست انسان یا در دست، یعنی اختیاری نمیتونه باشه. نه خیر، چون میراث به صورت قهری منتقل میشه از مورث به وارث دیگه، او دست خودش نیست مگر اینکه در زمان حیاتش بوده باشه. منتها جنین اگر به دنیا نامد زنده، اگر زنده نمون و حالا یا مرده به دنیا آمد یا بعد از حیات خود، منتها اینجا یک بس خیلی خردی وجود داره. این بسی است که اگر زنده به دنیا بیاید و زنده بمانه که حق میراث خودش هست. منتها اگر جنین زنده به دنیا بیاید ولی مثلا یک چند دقیقه زنده است و میمیره، این میراثی که برش به جا مانده حق این طفل هست، یعنی در همون چند دقیقه محدوده زمانی به این جنین منتقل شد و حالا این خودش میشه مورث و ارث گذارنده برای کسانی که ازش باقی موندن، مثلا برای پدرش، خواهرش، برادرش. بله، اون به اساس قانون باز تقسیم میشد. چیز دیدگاه قانون به این شکل است، منتها اینکه در عرف ما و شما چنین چیزی رو در نظر نمیگیرند. مثلا ما و شما میبینیم که در جامعه عرفی اگر یک طفلی به دنیا میآید ولو از میراث هم برش در نظر گرفته شده شد، وقتی که او میمیره میگه که خب اما میراث را به عنوان میراث به جا مانده از پدر تقسیم میکنن، نه از جنین. دقیقا. که درست نیست، چون اون میراث ولو در حد چند دقیقه منتقل شد. دقیقا. مالکیتش حالا ای از جنین است، پس متعلقین جنین این میراث میبرن و مستحق میشن. این مثلا یکی از حقوقی است که به جنین تعلق میگیره. اینا در قوانین هستن، منتها در شریعت اسلامی و احکام ما یک بحث دیگه ایرم داریم که مثلا میگن حتی در انتخاب همسر یکی از حقوق جنین و فرزندان آینده اینه که شما یک همسر درست انتخاب کنید. وقتی میگن یک همسر درست انتخاب کنید، یعنی شما در به صورت غیر مستقیم این حق را به فرزندان آینده این زوج داده که پدر خوبی داشته باشند، مادر خوبی یا مناسبی داشته باشند. این از حقوق فرزندان، فقط از حقوق زن شوهر نیست. یعنی فرزند حق داره که مردی که میخواد این فرزند را داشته باشه و فرزند را میخواد داشته باشه باید مادر خوبی برش انتخاب کرده باشه. یا به اصطلاح ساده تر حتی میگن که روی اخلاق و تربیت و منش به لحاظ علمی و ژنتیکی و حتی در شریعت اسلامی هم والا بنابر نظریاتی که وجود داره روایاتی است که میگن 15 سال قبل از ازدواج رفتارهای مادر مخصوصا روی فرزندهای 15 سال بعدش تأثیر داره. مادر خصوص روایت داره. این مثلا خیلی بزرگترین مسائل است که خیلی متاسفانه بین جامعه ما کمرنگ است. همون دلیلش اصلی ترین ریشه و دلیلی هم که داره ناگاهی است. هیچ کسی راجع به این قضیه مطالعه نمی کنه. بعد گذر میکنیم از بحث جنین که همین حقوق را به او تعلق میگیره، میرسیم به طفلی که متولد شده. بله. نوزاد هست، یکی از مهمترین حقوقی که ایشان به گردن پدر مادر یا بردوش اینها داره انتخاب یک اسم به عنوان یک اسم مناسب. بله. هست، اسمی که در برگیرنده یک مفهوم درست و مطابق شأن شخصیت یک انسان باشه و پیدا میشه. مثلا ما شما شاید تصور کنیم یا دیده باشیم حتی کسانی را که خیلی نمای نامناسبی و فرزندان خود که روی شخصیت اونها تاثیر میکنه، روی آینده اونها تاثیر گذاره، گاه مورد مضحکه و مسخره کسی قرار میگیره که اینا جز چیز مسئولیت هایی است که به عهده پدر مادره و حق طفل است، طفلی که زنده متولد شده و قرار است به او اسم زندگی کنه. بعد میرسیم خب حالا به حق تغذیهش، چون دیگه فعلا کسی که تازه به دنیا آمده یک نوزاد تا چند ماهگی یا حتی تا چند سالگی آموزش برای اینا معنی نداره. تغذیه هم از جمله خیلی حقوق به اصطلاح حقیشان هست که به صورت کلی تر میتونیم بگیم نفقه.
طفل در هر نظام حقوقی مسئولیت و سرپرستیش بر عهده ولی اصلی و قهریش است. چه کسی؟ پدر. پدر مسئول یا تامین کننده نیازهای اساسی طفل است. حتی مثلا مادر به اندازه پدر سهمی در رفع نیازهای طفل نداره. منظور از نفقه هم باید هموطنان عزیز ما که متوجه باشن، منظور از نفقه فقط خوراک و پوشاک هم نیست، بلکه حق آموزش، تمام نیازهای اولیه، حتی حق حقوق مثل تفریح و حقوق دیگه که اینا به عنوان حق قرار داده شده. یعنی وقتی ما میگیم حق، مقابلش تکلیف است. این حق طفل است، مقابلش تکلیف. تکلیف چه کسی؟ تکلیف کسی که نگهداری و حضانت و سرپرستی این طفل و ولایتش بر عهده اوست. زن و مردی که ازدواج میکنن و طفل میخواین که داشته باشن، مسئولیت های طفل همراه با طفل متولد میشه. نمیشه که ما مثلا بگیم ما طفل میخواییم ولی مسئولیت های طفل را نمیخواییم، یا مثلا در قبول بعضی از مسئولیت های شانه خالی کنیم. به همان میزانی که خوراک و تغذیه طفل مهم است و واجب، واجب که میگیم واجب به معنای عامش، واجب قانونی و شرعی، یعنی قانون هم مار ملزم میکنه و شریعت هم، اخلاق هم. مثلا فکر میکنم که وقتی ما مثلا در جامعه خود ما مخصوصا، چون سطح آگاهی بسیار در سطح بسیار پایین قرار داره و از اونجایی که کشور ما یک کشور خیلی بحرانی است، به این مسائل اصلا توجهی نمیشه. و در کنار ببینید اینا بحث حقوق طفل در این دوران افقی است، نه عمودی. یعنی ما نمیتونیم بگیم که مثلا تغذیه مهمتر از پوشاک است، بعد پوشاک مهمتر از آموزش، بلکه اینها در یک ردیف یا به صورت افقی قرار دارن. یعنی همان میزانی که جان و جسم طفل مهم است، روح و روان طفل هم اهمیت داده شده و تاکید شده که باید اینا به اصطلاح برشان اهمیت داشته. مثلا وقتی ما میگیم که تفریح حق کودک است، حق طفل است، شاید خیلی ها بگن خب شرایط تفریح وجود نداره، پس ما الزامی نه، شما شرایط را به وجود بیارین. طفلی که 4 سال است یا 3 سال است که نمیدونه نظام سیاسی تغییر کرده، کشور بحرانی است، درکی از اوضاع و پیرامون خود نداره، مطابق درک خودش باید با او رفتار شود. یعنی پدر مادر بحران ها را باید به جان خود بخرن، بحران ها را خودشان کنترل و مدیریت کنن که بتونن یک فضای امن حقوقی برای اطفال خود ایجاد کنن، چون این طفل قرار است به یک شخص سالم تبدیل شود، به لحاظ روانی، به لحاظ جسمی، به لحاظ تربیتی و شخصیتی که تقدیم شود به اجتماع. این میشه یک طفلی که فردا میشه یک فرد سالم، که کسانی که مسئول سالم بودن این طفل بودن، وظیفه خودش را درست انجام دادن. پس این حق نفقه که شامل هم خوراک و پوشاک و حق تغذیه و تفریح و آزادی عمل و آموزش و تربیت طفل میشه، همه بر دوش ولی هست. نسبت به طفل حق است و نسبت به والدینش تکلیف. تا سنین بالاتر که میرسم، بعد از کودکی دیگه دوره نوجوانی هستم، بعد از طفولیت که دوره خطیرتر و مهمتری شروع میشم، به لحاظ این که تا حدود شخصیت طفل شکل گرفته و وقتی که تا حدود شکل گرفته، این حدود شخصیتیش، یا بهتر بگیم که این دوره زمانی تربیتی، حقوق خیلی خاصی میطلبه که خیلی هم مهم هست. حتی مثلا در بعضی از جاها ما میبینیم که قانون آنچنان صراحت داره که ما احساس میکنیم اگه این کار انجام نتیم، یعنی با ما القا میشه که جرم است، و واقعا هم جرم است. مثلا پدری که طفل خود را مجبور میکنه به انجام کار برای درآمدزایی و جلوگیری میکنه به این طریق از آموزشش در مدارس و مکاتب مثلا یا تحصیل یا تعلیمش، این به صورت ناخواسته هم شرعاً کار غیر شرعی انجام داده و هم به لحاظ حالا یا خواسته یا ناخواسته فرقی نمیکنه، هم به لحاظ قانونی مرتکب یک عمل غیر قانونی شده، چون قانون مشخصا میگه که حق آموزش بر عهده ولی، برای طفل بر عهده ولی است. وقتی که قانون رو مشخص میکنه، مثلا ما در قوانین داریم، قانون حمایت از اطفال داریم که مشخصا میگه که باید اینا اجرا شود و قانون خاص محول میکنه، در خیلی از مواد این قانون آمده که طفل ها تمام اون حقوقی را که برشان تعیین میشه میتونن مطالبه کنن.
حالا فرض میگیریم برای اینکه مثلا یک کسی 13 سال است، یک طفلی 12 سال است، این توانایی تشخیص حق و حقوق خود را دارد. در مکاتب یا در جایی که بوده برش آموزش داده شده که قانونا و شرعا این حقوق را شما بر تعلق میگیره. اجرا کننده حقوق یا تامین کننده شان کیا هستند؟ والدین، کسانی که به اصطلاح تامین کننده حقوق اینا هستند شرعا و قانونا. بعد تصور کنن که اگر او روابط عاطفی در خانواده حکم فرمانه باشه، این فرد به عنوان حقی که از او زایش شده میتونه شاکی باشه. یعنی اگر محکمه ما دایر کنیم، حق رو به کی خواهد داد؟ به او کسی که حقش زایه شده. چه کسی زایه کرده؟ ولی و سرپرست، کسی که مسئول اجرای او حقوق و تامینشان بوده. که در این دوره هم خیلی حقوق اینا مورد توجه قرار میگیره. مهمترینشان همون بحث آموزش هست. بله، ممنون شما، زنده و سلامت باشن. سپاسگزاری میکنم. بحث آموزش، پرورش، نفقه کودکان، اینا فکر میکنم موضوعات بسیار مهمی است که گاهن از جانب خود ما به دست فراموشی یا شاید هم کم توجهی سپرده شده و در واقع خود ما به دست خود لطمه ای وارد کردیم و دوران کودکی و او حقوق اولیه‌ای که کودکان قطعا باید در زندگی خود داشته باشن. سپاسگزاری میکنم. بعد از دیدن میان برنامه ان شاءالله بحث در رابطه با این که کودکان بیشتر در دوره نوجوانی که نزدیک به این هست که دوران کودکی را ختم کنه و به نحوی جز کوچکی از یک جامعه بزرگ هستن، این حقوق بیشتر به اتفاق شما ادامه میدیم. خواهش میکنم. و دوستان عزیز، تشکر از همراهی شما عزیزان. مجددا میان برنامه ای را ببینیم و بخش سوم همچنان بیشتر در رابطه با حقوق کودکان صحبت میکنیم. همراه ما باشید. دوستان عزیز، صحبت در رابطه با حقوق کودکان هست و اگر ما بخوایم که در واقع در آینده کودکانی سالم و جامعه خود تقدیم کنیم، مستلزم این موضوع است که ما نگاهی بزرگتر و ژرف‌تر نسبت به حقوق کودکان داشته باشیم و رعایت کنیم حقوق اولیه کودکان را که در خیلی از موارد متأسفانه به دست خود ما پایمال میشن. بنابراین از صحبت‌های قبلی شما خانم جعفری سپاسگزار میکنم. در رابطه با دوره جنین که کودک هنوز حضور مادی در این دنیا نداره و البته حقوقی هم شامل حالش هست صحبت کردیم، سپس در رابطه با دوره نوزادی و کودکی که هم میتونه خیلی مهم و حیاتی باشه برای کودک که سرنوشت بعدیش همچنان تعیین میکنه، اما دوره بعدی که خیلی میتونه پر اهمیت باشه و کودک وارد دنیای بزرگتر شده، وارد اجتماعی بزرگتر شده و میخواه شخصیت خود را بر رخ اطرافیان بکشه، دوره نوجوانی است که همچنان به فرموده شما هنوز بر اساس او دیدگاه متفاوتی که قانون داره یک کودک شمرده میشه و حقوق و مزایایی داره. بله، من به این مسئله میپردازم، منتها قبلش یک تتمه از بحث قبلی باقی مونده که فکر میکنم خیلی الزامی است. در مورد کودکانی که وضعیت سرپرستیشان تغییر میکنه، یعنی کسانی که تک سرپرست میشن، مثلا یا مادر ندارن یا پدر، یا کودکانی که هر دو سرپرست خود از دست میدن، حالا چی در دوره نوزادی و یا طفولیت یا نوجوانی باشن، تفاوتی نداره از لحاظ به اصطلاح کودک شمرده شدنشان. به همین دلیل باید فرق قائل شد بین کسی که دارای دو سرپرست، یعنی هر دو ولی، ببخشن، هر دو سرپرست که ولی پدر باشه و مادرش، و کسانی که تک سرپرست هستن، یعنی یا مادر یا پدر دارن، و کسانی که اصلا کلا هر دو اینها را از دست میدن. اینا یک حقی که برشان تعلق میگیره ایست که حتما به لحاظ قانونی از سرپرست یا قیم یا کفیل برخوردار باشن، یعنی جامعه و نظام در قبال کودکانی که سرپرست قهری خود از دست بدن، یعنی مادر پدر ندارن و کسی نیست که اینها را مسئولیتشان به صورت قهری بر عهده بگیره، اجباراً تحت سرپرستی اونها باشه، جامعه و دولت موظف است که برای اینها حتما یک سرپرست تعیین کنن. یعنی طفل نباید به حال خود رها شود، کسی که زیر سن قانونی قرار داده، حالا مهم نیست که در کدام یک از این سه دوره است، باید تحت سرپرستی قرار بگیره و این سرپرست ابتدا از اقاربش باید تعیین شود که یکی از حقوق حق است. اقارب درجه اول، اقارب دورتر، اگر نبود دورتر، یک کسانی که قانون بتونه و قاضی بتونه تشخیص بده که اینها صلاحیت رسیدگی به اصطلاح طفل دارن. در غیر این صورت خود نظام و خود دولت
موظف است که اطفال را که هیچ کسی را برای سرپرستی ندارن خودشان تحت حمایت سرپرستی قرار بگیرن و دقیقا همون مسئولیت های ولی را ایفا کنن، یعنی همه حقوق طفل را در نظر بگیرن، حق تغذیه، حق آزادی، حق حیات، حق پوشاک و خوراک و تغذیه و نفقه و آموزش، که اینا باید در زیر چتر دولت زندگی کنن تا زمانی که خودشان به یک انسان بالغ کامل تبدیل میشن. او زمان مسئولیت دیگر افراد هم تمام میشه و خودشان دیگه باید زندگی خود را بچرخانن. میرسیم به حرف شما، طفل از حالت طفولیت خارج شده، به سنینی رسیده که از فضای کوچک خانه میخواد خارج شه و به فضای بزرگتری وارد شه، کانون کوچک خانواده رو میخواد به اصطلاح ترک کنه، حالا به صورت موقت برای آموزش بیرون میره، برای تحصیل بیرون میره و تعلیم اینها، حتی کار. اینها چند بخش میشن، کسانی که کودکان کار هستن که حالا به لحاظ شرایطی که پیش آمده اینا باید تحت حمایت قانون قرار بگیرن اگر سرپرستی دارن یا ندارن، اونا رو جدا میکنیم چون اونا با یک بحث خیلی گسترده خودش هم میطلبه، یک بحث که تو امان است، حقوق و جامعه شناسیش، اونا رو با کنار میگذاریم. کسانی که سرپرست دارن ولی وارد اجتماع میشن، نیمی از مسئولیت های به اصطلاح اینها میفته به دوش کسانی که در بیرون از فضای خانه مسئول هستن، یعنی که یعنی دولت چه مسئولیت های راجع به کودکان دارن و حقوقی که به اینها تعلق میگیره چی هست. فراهم آوری زمینه آموزش برابر یکی از حقوق خیلی خیلی مهمی است که برای تمام کودکان و اطفال در سنینی که خارج از فضای خانه قرار می گیرند، مثلا از 7 سالگی که آموزش اینها شروع میشه تا به جوانی، این تحصیل و تعلیم برابر معنای خیلی دقیقی داره، یعنی اینکه فارغ از استعدادهای شخصی طفل، دولت موظف است که به عنوان شخص مسئول برای طفلی که مثلا استعداد چندانی نداره و برای طفلی که دارای استعداد خیلی وافر و سرشار از هوش و هوشیاری است زمینه برابر فراهم کنه. اینکه کدام کودک از این زمینه درست‌تر میتونه استفاده کنه و استعداد بیشتری داره مربوط به شخص خود طفل است، اون مطرح نیست، اما دولت باید به نگاه برابر به اطفال زمینه آموزش برابر را فراهم کنه که در دنیا میبینیم که ما به همین شکل هست. در افغانستان بر اساس قوانین باید این موضوع وجود داشته باشه. بعد در کنار اینها آموزش های عملی هم به همین شکل، تنها یعنی آموزش های تئوری نیست که فقط در مکاتب باشه، حمایت از اطفال بی سرپرستی که یا حمایت از اطفال ناشی از طلاق هم یک بحثی است که باز به دوش دولت برمیگرده. در مورد حضانت طفل توسط یکی از پدر مادر یا سرپرستی این طفلا، دولت وظیفه‌ای که داره ای است که اگر اینها با یک دیگر نمیتونن ازدواج زندگی کنن و هر دو سرپرست باشن، سرپرستی طفل به کسی بسپاره در درجه اول که ولی پدره، منتها در شرایطی که اینها دچار طلاق اینا میشن مصلحت طفل باید در نظر گرفته شه قانونن، یعنی ما نمیتونیم بگیم که مثلا چون ولی پدر است در هر شرایطی قرار داشته باشه طفل به او سپرده شود. مثلا پدر ولی هست ولی معتاد به مواد مخدر است، از تامین نفقه، آموزش و نگهداری طفل و خیلی مسائل دیگه ای که وجود داره عاجزه. در چنین شرایطی حاکم اسلامی یا قاضی یا قانون حق سپردن طفل به این پدر نداره و باید ببینه که اگر مادر زی حق داره و صلاحیت بیشتر برای نگهداری به مادر سپرده شده، نه به عنوان ولی، به عنوان سرپرست، کسی که حضانت طفل و نگهداری و سرپرستی او رو بر عهده میگیره، نه ولی، چون خانوما که ولی شده نمیتونن. و ببخشید خانم جعفری، در حد 2 دقیقه دیگه فرصت پایانی است. بله، و حرف ما به این شکل جنبندی میکنم که پس ما حقوقی که از آوان شکلگیری وجود انسانی طفل شروع میشه داریم، یعنی از دورانی که جنین است و هنوز پا به دنیای فیزیکی خود نگذاشته، بعد
دوران طفولیتش است و دوران نوجوانیش و بعد از دوران نوجوانی که میرسه دیگه فضای خانه فقط مسئول تامین نیازهایش نیست و بیرون از خانه. همه اینها در قوانین ما شما انعکاس پیدا کرده که من فکر میکنم بیان تک تک اون مواد قانونی اینجا لازم نیست. ما به صورت کلی میگیم این حقوق بیان شدن، جزئیات اینها در قوانین هست و ما موظف هستیم که اون قوانین را مطالعه کنیم و دولت موظفه که اونها را اجرا کنه. اینا مجموعه صحبت های ما بود. امیدواری که داریم این است که انشاءالله یک نظام درست و عادلانه شکل بگیره و تمام اقشار جامعه خود را در پناه یک نظام درست و عادلانه بتونن حق و حقوق خود برسن. بسیار عالی، ممنون شما، سپاسگزارم خانم خان جعفری، تشکر بیجا از صحبت هایی که ارائه کردین. واقعا توانستیم در این زمینه دیدگاه بسیار متفاوت و پر اهمیت رو برای همه مخاطبان عزیز تقدیم کنیم که لازم هست بیشتر توجه داشته باشیم به حقوق و تکالیفی که نسبت به کودکان عزیز در یک جامعه وجود دارد، چون کودکان واقعا میتونن با توجه به شرایط بحرانی که در یک جامعه وجود دارد قشر آسیب پذیری باشن. برای شما روزی موفقیت و سلامتی میخوام. جان سپاس از همراهی همه شما عزیزان. برنامه ما در همینجا به پایان رسید. تا فردا که باز هم با برنامه روی خط زندگی ساعت 4 در خدمت شما عزیزان قرار میگیریم. یکایک شما را به خداوند یکتا میسپارم. خداوند یار و مددگار همه شماست.